گوشتانه را خدا بیکلان نسر. کباب تکه داریم ما، کباب مرغ است. سه شش تا قربی موجود است. که در خانه بیمار چدی بود یکی دو دانش بگی جواب 1 کیلو را میتا. والا. بیننده های عزیز، هموطنان گرامی، خواهرها، برادرای محترم، مادرای مهربان و همچنان اطفال نازنین، سلام و صبحتان بخیر. آرزومند هستم که امروز با خوشی و لبخند آغاز کرده باشین و این روز خدا کنه که تا این لحظه که شما بیننده گزارش ما هستین براتون خوش گذشته باشه و همچنان یک روز خوب و خوش آغاز کرده باشین و همراه با لبخند. عزیزای بیننده، ما باز هم آمدیم، صبح کابل است و خواستیم بر شما یک گزارش از چهارای پروان سوم داشته باشیم که ما فعلا آمدیم در چهارای پروان سوم و این سرک موترایی که از اون طرف میایه از طرف چوک یا چهارایی تیمسکن یا سرای شمالی بگیم میایه میره به طرف شهر کی طرف پیشوری ما سرک رفته مستقیما میره به طرف چهارایی پروان دو برکی و همچنان دانباخ و مرکز و با مسلسله به طرف شهر میره که اینی طرف هم موترا از چهارای مارکت میایه که از طرف چهارای مارکت میایه موترا و میرن دیگه به طرف شهر میرن یا به طرف هر جای دیگه که کاروبار دارن این موترا میره و یک سرک دیگه که اینی سرک اونقدر وقتی نمیشه ساخته شده یک تصویر اگه بگیری توحید جان این سرک رفته به طرف باغ بالا که اینی سرک قبلا پخته نبود، خامه بود و فعلا یک چند وقتی شده، شاید یک سال دو سال شده باشه که این می سرک پخته شده باشه و یا هم شاید هم بیشتر چون قبلا این سرک نبود، پخته نبود، خامه بود. خب به هر صورت و ای از منطقه پروان سوم و اینی ساخت و ساز که بعضی هتل های روسی و دیگه چیزا هم اینجا هست، این طرف هم هست، او طرف هم هست و او طرف هم هست که شاید اکثر کسا از اینجا خاطره های داشته باشند ولی حال تغییرات زیادی آمده که یکی از تغییرات اینی بغلای جدولای سرک است که البته اینی گلدانش تا بال جور نشده. خداوند توفیق بده شهرداری ما را که این گلدانا را مقبول و زیبا جور کنه، سرسبزی شود تا به جای از این کثافات اینجا سبزایکا باشه و اینجا میبینیم که کثافات زیاد است، حتی است پاروی حیوانات شروع تا هر چی که بگه خدا و تندرای ما را خیر بده انداخته رفتن. خب هنوز جورم نشده و این گلدان کارش تکمیل نشده، اون جدوله بغیر سرک هم بعضش شکست ریخت داره که خداوند توفیق بده کسایی که مسئولین هستن توجه خاص خدا داشته باشن و بتانن کار عالی و فوقلاده را انجام بدن. مهربانی استاد قند، برین برین. خب ما هم پیش میریم تا ای که با وطندارایی که در اینجا هستند کاروبار میکنند، از کاروبارشان، از این موقعیت و از این زیبایی ها یک کمی از ویشان پرسان کنیم و اونو هم دوستا یک تصویر بگیم تاوی جان. هتل کانتیننتال است که یک کمک یک طرف یک تصویر خوب در میه تاوی جان. اونو هم هتل است و باغ بالا است، او طرف هم شما میبینین که منطقه است و مردم است. خب به هر صورت خدا کنه که تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه باشین و گزارش ما را دنبال کنین. نام خدا بیادر ما ششته با کار بار و همچنان بسیار کار نیک میکنه که مسواک میزنه. بیادر جان سلام، صبح بخیر. سلام علیکم، خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ شکر خدا خلاص قرار خدا. نامتان؟ مزمل. مزمل جان اگر کمه که طرف کمره ما ایستاد شوی که وطندارا خوبتر ببینید. بخیر باشه. خب چطور است کار بار؟ چطور است؟ شکر است، نگذره. امروز خدا کنه که با لبخند و خوشی آغاز کرده باش. شکر خدا خدا از خیر خیر نیشکر است. آه بله باشه نیشکر تبدا میکنم.
بله. سر بینی تا چی کده؟ یه یخ میموندم در سر بینی میفتی در درازی یخ. جنگ نکده باشی؟ نه خدا نکنه. از جنگ بسیار چی شده؟ خانه کجاست؟ خانه میجاست در فرانسه. از خود است؟ نه نه کرایه است. چند بجه رکار آمدی؟ اواجا میبرایم. اواجا میبرایم. دال چای هم نخوردی اتمن؟ نه چای نخوردیم. خوردی؟ نه تبال چای نخوردی. چای صبح اینجا میخوری در خانه؟ آه اینجا میخوریم. اینجا میخوریم. خب بسیار خوب، خدا کنه که امروز کاروبارت خوب باشه و بتانی تا دیگر شام یک چیز آید داشته باشی. سلامت باشی، اینجور باشی. پیام اگر داشته باشی میره بانی. پیام هم میسته که در وطن ما شما که هستند مردم زیاد غریب شده گیسته. از این جنگ و جنجال چیز دیگه جور نمیشه. از تجاره خواهش میکنم که پس بین سردم کارای خود چی شوه که مردم سرکار شوه یک روزی حلال یا نفقه حلال حلال نفقه حلال پیدا کنن. چقدر گپ خوب زدین، سلامت باشی. در کار حاجی صاحب سلام، صبحتان بخیر. بخیر. خوب هستین؟ خوب هستم. بخیر. شکر سلامت باشی. کجا بخیر؟ میرم شهر. با کار میرین؟ با کار میرین یا آ کار کنم. چی کار بار مصرفیت؟ ولاد یک دکان شاگرد هستم. شاگرد هستی؟ فکر نکنم والا. شاگرد هستم. تو؟ چند میتا باز حقوق چند میتا برد؟ والا ماش نگفته ما چی که داد دیگه. تو من تازه رفتی. ها؟ تازه رفتی. آه. یه خدا مهربان است. تا چند بجه کار میکنی؟ نه دینی وقت میریم تا 5-4:30 کار میکنیم. تو دیگه کنجا باشی به نام شاگرد نیستی دیگه، صاحب دکان میباشی؟ نه شاگرد هستم. نه خواهد سر خودت کار کنن؟ واسد نه سر ما کار نمی کنم. نه صرف چی قیده می هم می باشم. باز خودت که باشی اونم اونجا یک برکت کلان است که یک آدم کلان باشه باز بیشتر کسا می این که باشه دگاه چیز می کنه یک داره همیار خانه باشه خدا اگه خانه باشه اگه کار باشه خدا او را به کلان نسازه. آه بلکل آه نمیتو نیست؟ بلکل آه هیچ خانه را خدا به کلان نسازه. خانه کجاست آجی صاحب؟ خانه در پروانسی است. پروانسی است. میری دیوال بخیر طرف شهر؟ آه بریم طرف شهر دیگه. یک بار بار؟ آه بخیر. خب موفقیت بیشتر براتون میخوایم آجی صاحب. برشمان چایسو خوردین؟ نه چای در دکان میخوریم. آه چی میتواز براتون؟ بس هرچی که چی شد دیگه هرچی تبتان بود. آه آوی تو نداره. آه آه خوب بخیر باشین سلامت. البته دوستا بعضی کسایی که سرکاریگر هستن و یا هم مالک و دکان یا شرکت یا هر کاروباری که دارن کاریگر که هوایش داشتن کاریگر که معاشش یا حقوقش سر وقت پرداخت کردن بسیار در کاروبارشون هم خداوند یک برکت مندازه. همین کاریگر که معاشش بند ماند دلزده کار میکنه. و یک مطلب دیگر هم دوستا میخواستم امروز شما شریک بسازم که دمی اواخر بعضی از هموطنا البته اگر انتقاد بگیم انتقاد هم گفته نمیشه بعضی تخریب هایی که میکنن ما را البته در یکی از برنامه ها یکی از هموطن ها کومنت داده بود که شما این گزارش ها و این برنامه ها را که هر جا میرین به خاطر فایده جیب خودتان میگیرین و به خاطر جیبتان کار میکنین. درست است که ما هدف ما هر کس که کار میکنه هدفش پول است، ولی خدای نخواسته ما از این را کدام دزدی نکرده، ما از این را کدام راه دیگه پیدا نکردیم که به خاطر درآمد خود کدام کاری کرده باشیم. شکر خدا اینم قدر نفره که یک هفتش نفره که اینجا کار میکنه زمینه کار به اینم قدر نفر دمی شرایط که مساعد شده هر نفر شاید 8 نفر در یک فامیل باشن. 8 ضرب 8 کنین چقدر نفر میشه؟ یا 10 ضرب 8 کنین 80 نفر در یک خانه دمی چند خانواده که اینجا مثلا یک نفرش کار میکنه امرار معاش میشه و برای فامیل خود خرج شد نان و نفقه پیدا میکنه. این کدام کار اشتباه نیست. این که شما ما را قضاوت میکنین، شما یک بار بیاین در افغانستان زندگی کنین، یک بار ببینین کار ما را بیخی سر جایش بانین. شما یک بار بیاین در این شرایط یک چند روز در افغانستان زندگی کنین، باز وقت بیشتر ما را درک میکنین. اگر کدام نظر نیک می داشته باشین، اگر کدام انتقاد سازنده می داشته باشین، بالای دو دیده ما در خدمت هستیم. شما انتقاد کنین، پیشنهاد کنین، نظر بدین، ولی تخریب کردن چی معنا داره که شما میایین ششتین برنامه ما را تماشا دارین، حتما گلاسک چایتان هم پیشوریتان موندگی سو دلتان جمع و جایتان هم گرم میشینین و یک گپ حق یا حق خدا میزنین. همین کار خو اصلا خوب نیست که یک کسی را قضاوت بکنیم. ما اگر کار میکنیم
هدف از کار کردن ما تنها پول نیست که ما خدای نخواسته تنها پول را بشناسیم به خاطر پول. ما برنامه میسازیم به خاطر از اینکه در وطن یک خاطره بسازیم از جاها و مناطق مختلف شهر کابل و افغانستان و ولایت افغانستان. برای شما خاطره های را میسازیم تا اینکه شما در دیار غربت، در ملک مسافرت بیننده وطن و وطندارتان باشین. در این خودم کار اشتباهی ما نکردیم که خدای نخواسته شما این قسم برای ما میگین که شما به خاطر پول کار میکنین یا چی. البته هر کس به خاطر پول کار میکنه. کسایی که در افغانستان هستن، بیرون از افغانستان هستن، هدفشون همین بوده که ما یک زندگی مرفه داشته باشیم، ما یک زندگی خوب داشته باشیم، ما یک بتونیم فامیل خود را خوبتر سپورت بکنیم. در این خو هیچ کس کار اشتباه نمیکنه. نفقه حلال پیدا کردنش بالای هر نفر فرض است که کار کنه، زحمت بکشه، از راه حلال بیایه پیدا کنه. اگر دیده کردن نمیتونین، بیاین شما کار ما را بکنین، بیاین ما ببینیم شما برنامه بسازین در این شرایط، بیاین شما در این شرایط بیاین اینجا کار کنین در افغانستان. ما میگم آفرینتان، ولی اگر حمایت نمیکنین، اگر تشویق نمیکنین، تخریب هم نکنین. همین تخریب کردن هیچ خوب نیست که ما یک کسی را تخریب کنیم که از کار خود دلگزید شود، انگیزه خود از دست بده. ما را بانین که کار کنیم. ما تا به امروز که پیش رفتیم تمام برنامه های ما کوشش کردیم که با اصول و قواعد و اخلاق رسانه‌ای و همچنان ادبی ژورنالیسم باشه که هر کدام ما کسایی که ما کار میکنیم مسلکی فارغ شدیم، خدای نخواسته از سر کوچه و بازار نامدیم که ما یک عدد گرفته باشیم و کمره را استاد کرده باشیم که ما گزارشگر شدیم و ما برنامه جور میکنیم. شخصا خودم همکارایم ما از دانشکده ژورنالیسم یا پانزده ژورنالیسم فارغ شدیم، مسلکی درس خواندیم و اینمی مسلک ماست و اینمی وظیفه ماست. نگاهی که شما دیده کردن میتونین، خداوند شما را هدایت کنه. اگر ما کدام مشکل داریم، خداوند ما را هدایت کنه که بتونیم امو انتظار را که شما از ما دارین بتونیم برآورده کنیم. باز هم خدا کنه که شما بیننده های عزیز از گپ های ما خفه و آزرده نشده باشین. یک درد دل بود که با شما هموطنا کردیم. خب بیشتر پرحرفی هم نمی کنیم. آیسته آیسته چای صبح چون نخوردیم، این همین بوی کباب در دماغ ما زد و ما هم آمدیم پیش کبابی. اجازه است از اون طرف بیایم؟ خدا کنه که مزاحم کارتان هم نشویم. سلام برادر، صبحتان بخیر. سلام، خوب هستی برادر؟ زنده باشین، سلامت باشین، بخیر باشین، خسته نباشی، سلامت باشین، زنده باشین. کاروبار چطور است؟ الحمدلله خوب است. مثلا این نام خدا کبابا را قطار موندی؟ آه دیگه میده میده مونده ببینین چی میشه. صبحانه است دیگه. خب ولی فکر کنم صبح بیشتر مردم به کباب خوردن میاد. آه دیگه عباس است دیگه، مردم یک دم اشتیا برابر شد دیگه، بوی کباب داده ما آش زد دیگه. وضع اقتصادی کم بیش ضعیف است فعلا. دیگه دماغ ما هم زد، خواستیم که بیایم یک امروز ببینیم هر غذایتان که چی میگن غریبانه باشه، غریب پرور باشه، ما هم از همون مستفید شدیم. سلامت باشین. نه میشه بخیر همه غذای ما خوب است و مناسب. کباب چی دارین شما اینجا؟ کباب تکه داریم ما، کباب مرغ است، چوپان است. چوپان، کباب چوپان همو است؟ بله این چوپان است، این هم کباب مرغ است، اینا تکه است. مگه همین کباب چوپان خورد کردین؟ خورد، خاطره که گوشت هم قیمت شده، یکی خود شما میفهمین دیگه. مصارف هم بود چند میه؟ یا خوراک 220 روپا. 220. این کبابای دیگه تکه و تکه 170 روپا. 170. اینی مرغ است؟ بله این مرغ است. چند است؟ مرغ 200 روپا میشه. خوراک 200. بله. یه 170. بله. والا قیمت میتن به خدا. خب این تا است که گوشت مو قیلش کلان است. باز بازاری کس قیلش هم خورد است، باز یک دو تا قیله داره. یک دونه. باز از ما. بله افسیخ است. افسیخ کباب 170 200. 220. بله. خب توحید جان از کدامش میل میکنی؟ هر کدامش. چی داره نگه راستی در رستوران دیگه چی داره؟ روش هم هست اونجا دیگه. مرغ بلوچی داریم ما. مرغ بلوچی؟ بله. او چه رقمش هست؟ او دیگه مثل الفام بخته میشه اونا. مثل چی؟ بلوچی. مثل الفام بخته میشه. الفام الفام مرغ الفام. الفام؟ بله. مرغ سجی داریم. مرغ الفام چه قسم پخته میشه؟ بله مرغ الفام چه قسم پخته میشه؟ مرغ الفام داخل جالی است دیگه. مرغ را رژه میکنیم داخل جالی و را با سرخ میکنیم. بله داخل جالی سرکوره سرخ میکنیم. بله دیگه همه چیز انشالله هستن. از پیتزا گرفته، از بخش فسفود گرفته دیگه.
کل چیز داره. مرگر بله همه چیز هست. جوزو، شریخو، کل چیز هست. خب تاوی جان، از کدامش میل میکنی خودت؟ که فرمایش رو بتم دیگم اینجا. بله هم. امی گوشت مرغ خوب است. گوشت مرغ چشم. دو خوراک باشه؟ ما یک دو خوراک است مرغ جور. یک دو خوراک مرغ بیاره باشه. خب. کجا بریم باز؟ داخل بشینیم. اینجا بیرون جای ندارین؟ بیرون بیرون باشه. بالکن هست. خب جای بالا هست. تخت هست. بالا بالا. خب ما میریم بالا خیر. دم بالکنش میشینیم. باش که ببینیم که فضای باز است. سلام صبحتان بخیر. صبح خوب است. بخیر. خوب است. خوب است. عافیت دارین. سلامت باشین. نام خدا چی یک ریشه سیاه دارین. تشکر بخیر باشی. داد خداوند. اونی معلوم میشه. بخیر باشی. تشکر سلامت. نامتان؟ سالم احمد هستم، یکی از کارمندان کیف رستوران. کیف رستوران؟ بله. کیف هم داره غذاش یا نه؟ کیف میکنه ان شاء الله که نوشجان کنین کیف میکنین. باش کیفش رو میبینیم. اگه باز کیف نداد خیر ما باز توان تان هم میپردن جریمه هستین دیگه جریمه رو میپردن دیگه نیستن. چه قواه شده این رستوران تفال کردین؟ این تقریبا سال ششمش هست دیگه. سال ششم هست؟ بله. یعنی پنج سال شش سال قبل هم اینجا کسایی که آمدن در این رستوران دیگه اتمن نان خوردن. واو بشک اینجا آمدن غذای از اینجا خوش کردن، فضای از اینجا خوش کردن، صفایی و پاکایی از اینجا خوش کردن. از غذایتان گفتن روش هم دارین؟ آه روش داریم از قبیل غذای پاکستانی، هندی، عربی. غذای پاکستانی و عربی؟ بله. الفم عربی در اینجا موجود است، شش طبق عربی موجود است دیگه. این غذای عربی را ما نخوردیم، چی دروغ بگویم؟ انشاءالله که اگر خواست خدا بود کدام روز با دوستا با جمع از... میشه کمی غذای شما را یک ببینیم ما؟ غذای ما فعلا خو صوب است، کل چیز ما آماده نیست دیگه، فقط روش هست. فقط فود است فعلا؟ فعلا فست فود و کباب های تکه روش و کرایی چیزا آماده میشه دیگه، هر کس که فرمایش بده همون چیز ما آماده میکنیم برش. میتونین که از فضایش شما دیدن بکنین ببینین که چه قسم فضا داره. انشاءالله اگر زندگی بود باز میایم بخیر غذای عربی تانم انشاءالله میبینیم میل میکنیم. کی از باز آشپزای شما کی است؟ غذای عربی را خودم خداوند خیر بده یک استاد برای ما همیجا طول پنج سال یاد دادم، خودم آمادهش میکنم. مرغ از طرف های ممالک عربی ها نرفتی؟ نه ما خودم سفر نکردیم در منطقه دیگه، خودم امور آمادهش میکنیم دیگه. غذای هندی و پاکستانی هم هست، پیزا هست، برگر وطنی، برگر خارجی هست انشاءالله هر قسم. برگر وطنیش بهترین برگر هست. چیکن هندی هست که بخاطر غذای هندی گفتین دیگه. هر قسم غذای لذیذ و بامزه اینجا پیدا میشه انشاءالله. خب انشاءالله اگر زندگی بود باز میایم بخیر غذای بیشترتون رو میبینیم و میخوریم. بالا بریم بخیر. فضای پایین ماست اینجا. این خوب جای کاخ جور کردین. هر دوستایی که آمدن خوش کردن اینجا. ما گوشت میکنیم روز بروز، اما کیفیت منطقه را، کیفیت محاوله کلش بالا برده بریم با موزوق مشتری خود نگه. اکثر وقت نه این منزل دوست هم نه مزیر بالکن مانده نه 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 ما بالکن به نام چتری جایات میکنیم که یک فضای بسیار مقبول و این جای یک دوستا ما بسیار یک جای که احساس آمدیم که نام خدا خوب بالکن هم داره و این خوب دیزاین شده. فیلحال صبح وقت است چون که ما از طرف صبح ایجا افتاو میه و قدر مشتری نمیشینه بعد میخوره سرشان در زمستان باز از طرف صبح ایجا بسیار یک خوب موقعیت است. حال یک ذره هوا سرد شده مید پشتا که طرف افتاو دو ماندی؟ پایتاو دیگه پایتاو کدی؟ مزهش دمون پایتاو وطنی بسیار لذت میبره انسان. اینجا برای فامیل هم هست؟ برای فامیل هست، برای فامیل، برای دوستایی که با یک میمونی یک دعوت می داشته باشن 10 نفر 20 نفر تا 250 نفر ما گنجایش داریم دیگه. 250 نفر محفلای 250 نفری 300 نفری هم در اینجا ما چی کردیم دیگه میزبانی کردیم داشتیم. خب درست است ما خیلی همینجا بشینیم. مهربانی جای ما اینجا سعی باش که از توحید پرسان کنم که نظر بده کامرا پیش خودت از دیگه خودت میفهمی موقعیت.
خیلی اینجا میشینه ما تاوی جان میشه که از طرف تصویر بگیری خوبش میه ما خیلی اینجا میشینیم دیگه برای ما نان ما را بیارین صبحانه ما را باش که ممی آه فرمایش داده باش که این بالشت هم بانیم بالشت های وطنی هست دیگه اینجا از طرف شب که آدم استراحت کنن چقدر کیفیت از طرف شب اینجا غذا نوش جان بکنین باز لذت حاصل کنین که به خاطر این گلاکی است کلگیش از طرف شب بوی خود عطر خود یک شب مهمان ما میکنه دیگه حتما ان شاء الله ما در خدمت هستیم خامخوا بین امشب مین هر وقت مین ما در خدمت هستیم قربانتان سلامت تشکر خب دوستا شما تصاویر بیننده باشین تا وقت بخیر کبابا میرسه و دوباره صحبت های خود می داشته باشیم خوب از زای بیننده نانم هم رسید و همین دوستا را راستی نشوشتیم دوستوی هست اونجا خوب خیر جان باز دوستای تا اونجا میشه انشالله ما همین سرخان آوار کنم غذای تا نبانیم کباب هم نام خدا همون تو کباب خوب از زی بیننده ایام کباب مرغ که همونتو نام خدا خوب سرخ شده و پخته شده کاملا اساس است یکان چیز دیگه ما داره یا آزدین خودتان سرش آه مساله داره دیگه چیزای ضرورت که برشی ضرور است روغن دیگه مرچ نمک این چیزا ضرورت که است و با خود می داشته باشه چرا که تم شد لذت شد باشه همین دوستا را یک بشوریم خودت همراه ما میشینی؟ نوشک جان اشته خوب خوب سلامت خوب دوستا ما مزه شمی چشم دیگه حالا مزه شمی چشم ببینیم که چی مزه داره و مزهش چطور است این چقدر خوب نرم شده نوش جانتانی خود یک جزش هست از رستوران کیف غذایش کبابایش یک جزش هست انشالله که شما با دوستا با رفیقا که اینجا بخیر برین در یکان میله در یکان دعوت با ما از هر قسم کبابا داریم کباب چوپان هست شینواری کباب هست دیگه کرایی شینواری هست که ما از خود شینوار استاد داریم استادکار هست که تجربه 30 ساله داره دیگه او رو با خود داریم دیگه همچنان قابلی ازبکی هسته که بهترین لذت داره او روغنش هم از خالص کنجد می باشه انشاءالله که اینش سعیز او رو بخیر باز نوشجان میکنین چرا که حال صبح هسته شما میل کردین که کباب و مرغ نوشجان کنین دیگه باز بخیر طرف های 11:30 بجه بخیر قابلی آمده میشن 11:30 بجه باز بیم انشاءالله اگه بودین همیشه مهربانی تشریف داشته باشین باز انشاءالله آماده شد براتون میاریم بود از اونام نوش جان کنین تشکر سلامت باشین تشکر بخیر باشین خب دوستا دیگه جای شما باز هم خالی یعنی چای هم هست کباب مرغ هم هست چتنی خوب هم داره و همچنان ترکاری هست نان خشک هست دیگه فقط
جای شما خالی است. خب عزیزه بیننده، ما صبحانه را خوردیم و جای شما باز هم خالی بود و برنامه بخیر ادامه داره و ما میریم بخیر که حسابی خود خلاص کنیم دیگه، بریم بخیر به طرف دیگه. هموطنا هم برنامه ادامه داره، اینال پر انرژی تر بقیه برنامه را هم بخیر پیش میبریم. دفتردار شما کی است؟ خزانه دارتان؟ یا برم همه تو؟ اگر نمیم همه تو ما میرم گفه نیست باش که مسئولشان بیایه که پیسه نان خدا بتیم و برم بخیر. فکر میکنم دلتان نیست از ما پول بگیرین. سلامت، تشکر. چند شده صاحب ما؟ خوب هستین شما؟ سلامت باشین صاحب، تان خوب هستین. زنده باشین. صاحب ما چند شد؟ گپی نیست صاحب ما باشین. تشکر. یام پیسه تان صاحب کنیم. سلامت باشین. دو کباب مرغ بود. سلامت باشین، خداحافظ. خب دوستان، ما پاس برآمدیم و میریم بخیر دیگه به طرف چارای برکی بریم. خوب است چون اینجا یک تعداد گلخانه ها هم هسته که گلک های بسیار مقبول آوردن به خاطر فروش یگان گلدان ها هم هست که نام خدا اینجا خوب یک گلخانه هم هست. وله دگه در پولوی ازی از شماست؟ سلام، صبحتون بخیر. خوب هستین صد شما خوب؟ شما خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. چطور هستین امرای کاروبار مصروفیت؟ وله بیدر جان شکر است، مگذرم اصدم روز تیر میشه خو کاروبار نیست لالا فامیدی همه تو قرار خم است دگه تو کسی حال فعلا شوق زوق سر گل مل نیست بچی که پیسه نان پیدا نمیشه گل چی میکنه. خب باز هم میشه یک مصرفیت داره گل، اگه شوق نان میکنه باز شوق گل. آفرین، وقتی که این کارای ما کس شوق است بخاطر که تو نان نداشته باشی گل چی میکنی، وقتی دلت آرام نباشه گل چی میکنی. نگفتن هم اونه که گل هم یک چیزی اساسی است. البته کسایی که در خانواده خود در خانه خود بیشتر از گل استفاده میکنن و نگهداری میکنن حتما اگر باشه یا نباشه یکان گلداری میکنن. ولی این حال تو رست. خب بازم یعنی به ما که تجربه شده است از سالهای سابق قدر 90% کار گل تعطیل شده است. هم به تو بیخی خو است بخاطر که وقت مردم قدر چرت روزگار رو نمیزد. اگر یک چار رو پیام میداشت میامد یک چار بطا گل میگرفت که تازم اون مصروف میسا خودم. آله میگه بیادر نان ندارم گل چه کنم بانکال اولادم گشنه نمانه. نمانه. خب میشه از این گلایتان یک دیدار کنیم؟ چرا؟ تو بیا یک ببینیم که چند نوع گل دارین و ای هم دوستا گلدانک های بسیار خوب که این گلدان ها چند است؟ این گلدانک ها 70 رو بلالا جا 70؟ اون هم آیده هم شده کمی مقصد سرما نکنیش. نه گفه نه باش که نمی توانیمش نمیفته؟ نه خو خو اینی خو گلای چی است؟
یا به نام گلای جریبند ایراتی میگن یا جریبند ایراتی میگن اینی گلک ها جریبند های هلندی میاین جریبند های هلندی؟ یا به نام جریبند های هلندی هست اینی گلک ها به نام مرچ افرنگ هست ولی مرچ هم میگیره نه؟ مرچ هم مانم گه کام مرچ هست ها حتما مرچ هاش خوب تند آمه هست خوب تلخ هست دگه اگه مرچ های تند تلخ آن سنجیتی که میگن اینیم یک دانه از ایره دوستا کسی بخوره دگه ما میگم دگه کارش جور میکنم میفهمه که گپ چی هست برو اگه کار باشه یا نباشه طبیعتت خوشحال است والا شکر است جان جور جان ما که جور است دیگه هم طبیعت ما ایام مرچ است ایام بنام مرچ است مرچ افرنگ مگم راستی هم افرنگ است یک رنگ دو رنگ سه رنگ چهار رنگ شاید یک دو رنگ دیگه شون بره یک سه رنگ دیگه آه بنام مرچ افرنگ است این کلان میشه این بوتش کلان میشه فعلا نبنیا چه مرچ میگیره دیگه میگیره ای خو اصلا زینتی است دیگه یکم روزی که در خانه به مرچ دی بود یکی دو دانشه بگی جواب یک کیلو رو میتا والا این مرچ ها متور است جانا چی میگن کلانش مهم نیست کیفیتش مهم کیفیتش مهم است کسی هم نفر شد گفت بادی رو چی میکنی کش سایکو کش سایکو کش این گلا به نام چی است این گلک ها لالا به نام پنجه شیر است فهمیدی؟ شیر این گلایی است که کسی که پارتمان داره جای هفته و نداره داله سالون در این تو جایی ها بازی گلا نگهداری میشه که غم فضای بسته با فضای بسته خراب نمیشه خراب نمیشه والا بشک اینی خو علاویرا علاویراست علاویراست گل زقوم چطور؟ زقوم میگن زقوم میگن زقوم میگن ها زقوم زقوم هم نداریم خب ما هست دیگه فعلا این گل چی است این به نام گلبرگای ترکی میگن این گل مول نمیکنه اما تو زینتی است زینتی همی برگش خودش گل است این گل ها که از به نام شیت میگن این شیت شیت میبینی شیپکش مثل شیته گروپ و چرا و چیزا ورسته خب اما گلای خوشبود کدام است گلای خوشبود یعنی نی از به نام لیلی مجنون میگن خب اینی کس یه رقم گلک های سفید و آبی میکنه بسیار عطر داره دیگه اینی گلا به نام لیلی مجنون است لیلی مجنون ای هم نامش به خاطر چی لیلی مجنون گذاشتن خواهد من دیگه که لیلی یک ذره بوی بسیار کشش داشت که مجنون سرش گرفتار شد بازی رنگ گلش هم دو رنگ شد دو رنگ شد یکی سفید یکی آبی دیگه اینی گلک هم به نام گلای ترکی است نه لیلی مجنون به هم نرسیدن گلایشان به هم رسید به هم رسید چند نوه گل داری در مجموع؟ والا لالا جان به حساب نوه که بگویی دیگه قوت از بدنت میپره حالا فعلا همیجه که در دکان پیش ما است تقریبا از 100 نوه شاید بالاتر باشه نوش بالاتر که در 100% 20% یعنی گل که من همیجا دارم از 100 نوه بالا است گل به حد به اندازه زیاف است این گل خوب مقبول معلوم میشه این که در پولی هم دیگر باشه که همه تو از بین یکی دیگر براین ای گلا به نام گل کاغذی است لالا ای فهمیدی کاغذ واری هم است این برگش بسیار خوبش ایش هم کاغذی است ای کاغذی هم کاغذی است ای رنگ سفیدش است ای رنگ گلابی است اونو رنگ کن نارنجیش است میبینی چند رنگ داره ده ای دیگه می پنج شش رنگ دارم شش رنگ جانا خوب است والا دیگه اینی هم گلای پارتمانی است اینا اینی ها دیگه یوم گلای پارتمانی است یارم گل میگن که تو خو گل هر رقم نام داره اینی یعنی مثلا در خارج دیگه نام داره در افغانستان هر چیزی که دلشان شد اونم نام سرش میمونه هر کسی که ورد یک نام میمونه اونم مون خلاص یعنی گل خارم داره ولی نه خار نداره این به نام گل قندیل میگن ایره ای از طریق شب همه تو عطر داره از طریق شب همی شام که میشه مثل رادکرانی واره گل رادکرانی واره خوب عطر داره دیگه این خوب عطر داره جانا اینی کینو است چی نارنج است یا مالتا است مالتا است اینجا میشه مالتا خوب صحیح مالتا زینتی است فهمیدی مالتا زینتی است که اگه تو درخت شبشونن مالتا میگیره خوب صحیح اینی کس ایام خوب عطر داره خو ایده یه دفعه گلا کشه بوی کتو ای به نام لیموی تاجیکی است چی؟ لیموی تاجیکی لیموی تاجیکی هم لیمو میگره هم خوب عطر دارم باش که اینت رنگ گل ده بینیم شش دیگه اینی گلاک هست به نام کاکتوز میگنش کاکتوز هست کلان کلان هست کلان هست خوردش هم هست خورد از چقدر
خارشان بسیار تیز است جانا. گل خار داشت. خار داشت. گل خار داشت ما ندانستیم. این دیگه که های نطری است، خوشبو است. خوشبو است ای؟ تو که در کمیتی خوبتر دارم. دیگه نگه که گلبرگای عربی است. کدام فصل سال بیشتر فروشات گل شما زیاد دارین؟ ما اصلا لالا فصل گل ما که موسم داریم ماه حمل و ثور. ماه حمل و ثور. تا 15 20 جوزا دیگه خوب فروشات خوب به حد به اندازه است که گفتیم وقت یک سال می برای وطنکی بگوییم که اتا چای صبح و نان چاشت اتا دیگر می تانیم که بخوریم از بس که مصروف هستیم و مشتری ها بسیار می آیم دیگه همی دو سه ماه دیگه خوب فصل گل است. در این وادای سال دیگه یک ذره یک موسم گل کم می باشه. کرامتین یا جای از خودتان؟ جانه کرامتیم. چند کرامتین؟ از اینجا ما خود سالانه کرامتیم از اینجا. پار سال ما داده بودیم چون دونیم لک از اینه میجم. دونیم لک؟ کرای ما بیشتر از ذره قیمت است. 250,000 البته دوستا. 250,000. باز این سال یک ذره که این امارات آمد کاروبار ضعیف شد باز در لک 50,000 رساندیم بهش باز لکش سر ما کم کرد گزاره کرد. تو پیش بیا که اینجا من یک چیز دیگر متوجه شدم دوستا. اینی را فکر کنم به نام شلم میگن. مرض شلم درختی. مرض از چی هست ای؟ ای یک رقم شرشک است ها. این میره به نام شلم میگن. که ای برای چند چیز فکر میکنم دواست. البته در سابقه در اطرافا ما که شنیده بودم و دیده بودم کسایی که دندان درد بود این میره یک پتیگک در کاغذ جور میکرد بازم اونجایی که دندان درد میکرد فکر کنم که کفت دندان هم میکشید شاید دیگه همون تیرک چیز است شاید اگر شما بیشتر معلومات دارین در این باره باز در بخش کومنت امروی ما شریک بسازین خب بخیر باشی بیادر تشکر از همکاریت همون تو گل و گلزار باشی مثل گلایت شاد و با تراوت و سرسبز باشی قربانت بیادر جان زنده و سلامت باشی بخیر باشی سلامت خداحافظ فعلا سلامت قربانتان سلامت توی جان متوجه خود باش که در کدام جوی چند افتی خداحافظ بیادر خداحافظ خب اینجا دوستا دیگه گلخانه زیاده دیگه یه همه است که انواع و اقسام گلای رنگارنگ دارن دیگه وطن دارا هم هستن باش که اینجا فکر میکنم که اینجا شاید یگان تخم و گل و یگان چی میگن دوا و بخاطر هم چیزا سودا میکنین سلام صبحتان صبح تو بخیر هم شدون تو بستین شکر فضلوی دوای هست که بس صاحب همی گل هست با درخت هست کوت هست کوت امریکایی هست ایرانی هست بس صاحب این میکتارای گلدان هست این دوای درخت با مرض درختی هست دیگه تخم چمند خارجی است جرمنی میگنش تخمای گل هم داری تخمای گل هست هر چیز هست که برای این کود کدش رقم هست؟ این کود ای پی اول میگن امریکایی کود ای پی اول ای پی اول این کود سیاس نو کود سفید گفتم کود سفید بله. قیمتایشان فرق میکنه حتما بله بله چرا نه این قیمت هست ای کود سیاه از کیلوی 200 می وش می 120 و 120 و 200 مگم فکر نکنم از کود ایوانی که قوی باشه نه از کود ایوانی که قوی است بله ها چرا که بیشتر جای در اطراف ها از این کود ایوانی بیشتر استفاده میکنه نه ایوانی که اصلا نال هر چیز جای خوره داره کود ایوانی مثلا که یک زیگی در گلدان نمیشه در کود ایوانی رو بندازی نه خود کود با گلدان که میبری کود چی میباشه این خاک ایرانی است اصلا دیگه حال فعلا بله چند نوع تخم گل داری پیشت؟ تخم امیال یک سی رقم خواست سی رقم؟ سی رقم بالا نموشن هم میفهمی؟ یک کم و بیش میفهم دیگه کم و بیش بله تو خنامه شده میفهم خود تو دیگر دیده دیده گفتم میتونه یکه که چند میایه؟ یا یک سری بیسته ما میایه که تایمی القش چیزایش بله. گلدانش؟ بله یک سری بیسته ما بشه سواله؟ سیاه یک آنجا یک بند شده در بغلای دروازه؟ در بغلای اینجا کس باز کتاره است در کتاره بند کتاره جور میشه باز اینجا کس دیوالیش در دیوال بند میشه بازو کس اوزان است رقم شده داری دیگه بله. چطور از باز فروش ها چطور است؟ شکر از نیزه که تو مزه کار خود تو هیچ چیز نمونده خوی هم همه تو رفته رفته مزه ازی؟ مزه ازی رفته سون خارج گلا بویشان کم شده یکی همه تو همه اگر نیده پیش گل فروشی که آمدی باید همه تو یک بوی عطر خوب در دماغت بزنه بله مگم نیست خو مردم فرشان از دیگه
دالی گل چیز از واسی خریده میشه، مجبوری نیست که باید بخواد. شوق است کرو گپ در شوق است. خوب بخیر باشی بیادر جان، در کارت برکت. تشکر. موفق باشی. خداحافظ. خوب عزیزای بیننده، این بود گزارش ما که خدمت شما عزیزان تقدیم شد و ما آمدیم چارایی پروان سوم بر شما و تصویر کشیدیم و اینجا یک خاطره ساختیم. یک روز میرسه که ما نباشیم و اینمی خاطرات ما را زنده بسازن. و باز هم از شما عزیزان تشکر که تا این لحظه حوصله مندی نشان دادین. باز هم ما کوشش میکنم که برای شما برنامه های خوبتر و بهتر و جالبتر از هر نقاط افغانستان و کابل برای شما داشته باشیم، تا اینکه شما در دیار غربت، در ملک مسافرت که دور از وطن هستین، بیننده وطن و وطندارتان باشین و خدا از وطن دور احساس نکنین. من هر روز با یک گزارش مهمان خانه های شما میشم و شما را هم مهمان میسازم در افغانستان و من از افغانستان میزبانی میکنم و شما هم در خانه هایتان. تا برنامه گزارش بعدی همه شما عزیزان به خداوند پاک و لعزال میسپارم، ولی فراموشتان نشه که حمایت هایتان داشته باشین، تا اینکه ما انگیزه ما بیشتر شود، ما هم بفهمیم شما هم به کار ما توجه دارین، شما هم کار ما را پسند میکنین، شما هم ارزش میتین. ما هم بر شما گزارش های بسیار خوب ناب داشته میباشیم، تا اینکه شما از وطنتان دور نباشین. خداوند یار و مددگارتان باشه. به خداوند پاک میسپارمتان. بقیه اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.